عمل میکنن. بله، برخی از انگیزه ها اجر شهادت رو میره پایین. یعنی چی؟ طرف میگه همه چی گذشته، دمش هم گم خیلی مرحله مهمیه که جانش رو میده ها، اما داداش تشییع جنازه هم چی میشه؟ داره میگه آقا این تابوت رو برداشتن رو دست میلیون ها نفر، هزاران نفر این ورمه دارن میچنخن، همی بلوار احتمالا میذارن به اسمه، تلویزیون دعوت میکنن پدر شهید و مادر پدر مادر، میگن بیا در موردش صحبت کن. این کلیپ های ما رو انقدر کات میکنن میترسم بگم مثلا همین تیکش قد نشه فکر کنم خودم رو دارم میگم، همه رو مجبورم فعل چیز سوم شخص استفاده کنم، میگه پدر مادرش مثلا اینجوری. آره این میشه، میگه چه مستندی بسازن ازش. آره یکم میره میگرده اون تو ما نگاه میکنه میگه اه، پس بخشی از هدف این شهادت برای دیده شدنه. روایت های فردا شب براتون بخونم، ببخشید پس فردا شب براتون بخونم، ببینید چه کسایی اون دنیا یهویی فیوزاشون میپره به امید این که کاری کردن میرن اونور، میبینن هیچی نداره و خدا میفرماد برای من نبود. این عزیزانی که تجربه زندگی پس از زندگی که الان چند سالی مد شده تلویزیون هم داره میذاره دارن، یه موردی رو میخوام عرض کنم. یکی از عزیزان پیش خود بنده اومده حضوری و این فردی است که بهش اجازه داده نمیشه برنامه ازش ثبت شه به خاطر اتفاقاتی که اونجا دیده و بسیاری از اون اتفاقات این طرف کاملا به منصه ظهور نشسته و نداشته باشه، به منصه ظهور نشسته و همون موقع هم که ایشون مشکلات برش پیش اومده بود وقتی برمیگشت چیزایی میگفت که خبر از مسائل بسیار مهم میداد، برای همین ایشون منع شده، اجازه نداره. بندم نمیتونم خیلی واضح و مشخص بگم، پس این حرف تخیل طرف نی، تست شده متوجهید توسط سختگیرانه ترین آدم ها سختگیران. یه چیز عجیبی ایشون میگفت، میگفت وقتی پروندم آوردن گفت من خیلی عمل داشتم، کلی زحمت کشیده بودم، عمرم رو گذاشته بودم برای خدمت به این مردم، مسئولیت مهم میداشته ایشون، گفت عمرم رو گذاشته بودم، میگفت خدا گواهه وقتی عملام رو حساب کردم صفر، هیچی. میگه داد میزدم، میگفتم دو سال عمرم رو گذاشتم سر این ماجرا، اگه این کار رو نکردم اینقدر آدم کشته شده بود، من این کار رو نکرده بودم. یه میگفتن که بر خدا بود، میگفت قشنگ میآوردن اون حسی که ته دلم بود اون موقع. چی بود حس ته دلم؟ اگه این کار رو انجام بدم و اسمم همه جا میپیچه، میگن این مسئله رو فلانی جمع کرد. میگفت هیچ، میگفتم کربلا که رفتم که، میگفتن اونو ما به تو دادیم، عمل تو نیست که، اونو ما به تو دادیم بری هی خودتو پاک کنی، این عنایت ما بوده، خب کاری که خودت کردی. گفتم این کار حقوق میگرفتی بابتش، وظیفه شرعیت، اون کار وظیفه شرعیت بود. آقا جهاد کردم رفتم جنگ، معلومه جهاد و امنیت مثلا کشورت به خطر افتاد رفتی دفاع کردی، وظیفت. میگفت جوری احساس و خسران کردم اون آخر، صفر صفر صفر، این صفر رو 4-5 مرتبه تکرار کرد برای من با حسی عجیب، ان الانسان لفی خسر رو تو چشماش میدیدی. میگفتم یعنی هیچی؟ گفت حالا هیچی چی هم نه، یه سری عملا داری. ها عملم چیه؟ مثال میزنم چیه؟ گفت از بانک داشتی میمدی بیرون، درو باز کردی، یه آقای مثلا با چند تا پوشه اومد دستش بند بود، دو ثانیه درو با پا اضافه تر همینجور نگه داشتون، آقای رچ قبول بگیر، توش منیت نبود. میگفت هر آنچه که یادم بود حساب نکرد، هر آنچه که فکرشو نمی کردم حساب کرده بودن. چرا؟ چون من توش نبود، فقط خدا بود، انقدر من توش نبود که اصلا یادم نبود. آقا 4-5 داداش بودیم، نوبتی قرار بود لافتار جمع بکنیم، یه روز داداشم پیچونده بود رفته بود مدرسه،
من جمع کردم گوشم تو کمد دیواری. مادرم گفت خدا خیرت بده. دیدم عجب میدرخشه، مثل نور میاد بالا. دو سال جون کندم هیچ. این یکی رو قبول کردن. یک کلام، فروشنده گوش کن، فروشنده جنسی که تو انبارش باشه یعنی هنو نفروخته. عملی که تو قلبمون حسش میکنیم داریم یعنی مال ماست و نفروختیمش. با نفسهون نیست، یشری نفسهون نیست، نفروختیش، سودی بابتش نمیگیری، هنو پیشت خود نگه داشتی، باید تحویل بدی. شرط معامله اینه، سود رو میگیری، پول رو میگیری، به شرطی که میری تحویل بدی. آقا این شبها صحبت ما راجع به چیه؟ معجزه نیت. حالا فهمیدی؟ خیلی جان میدن، میگه چی اون جان دادن علی رو؟ ببین اولا دیدی که چه ترسوهایی بودن زمان پیامبر دورش. همین که جان بدی خودش فضیلته، اما اصل فضیلت این نیست. اصل فضیلت اینه که خدا میگه رفتم تو دلش چرخیدم، دیدم فقط مرضات اللهه، فقط رضایت خداست، هیچ کس نیست. زمان جنگ خودمون خیلی رزمنده ها دوست داشتن جنوب برن به جنگ، منطقه غرب نمیرفتن به جنگ. منطقه جنوب جنگی بود، منطقه غرب نه. انگار که من شما شهادت بخوایم. چجوری شهادت میخوایم؟ خدایا در خون خودم بغلتم. همون این شکلی دوست داری. اومدیم و خدا دوست داشت مثلا شهادت تو بیولوژیک بشه، سم بهت بدن، سرطان بگیری، به گوشه بیفتی، اصلا معلوم نشه شهید شدی نشدی. مردم شهید شد نشد، نه بابا خودش سرطان گرفت، تصادف، با تصادف بکشنت. آقا مرحوم کافی رحمت الله علیه، خدا رحمتش کنه، این شب آدم باید یادش کنه، کسایی بود که نام امام زمان از جلال الله رو آورد بالا. آقا با تصادف از دنیا رفت، شهیده. ساواک زدش نزدش چی بود؟ متوجه چی میگم؟ نه برای مردم دارم میرم. خب همونقدرش که برای مردم از اجرت کم شد، خب نمیشه او اولینه، نمیشه اونی، نمیشه که فعل مضارع استفاده کنم. بیا ما علی رو هر جا لازم داشتیم اشاره میکردیم، میگفت سمعن و طاعتا. چجوری جون بدم؟ شما بفرمایید. و میدونید چطور بود؟ وقتی امیرالمومنین خوابید اونجا، اینا اومدن بالا سر، گوش کن، گفتن یک دو سه با هم بزنیم که معلوم نشه کی اول زده. اون بگن نه اولی رو این زد، همونو بگیرن بکشن، با اون عشیره جنگ شه. یکیشون بعدش آقا من یه پیشنهاد دارم. گفت چه؟ گفت بیاید بیدارش کنیم، بیاید بیدارش بکنیم، دقت کن که درد شمشیرا رو بفهمه. اینجوری تو خواب کشته میشه، درد حالیش نمیشه، یه زجری بکشه جلمو خنک. اینو کشیدن اون ده ای که پیامبر نیست امیرالمومنین. آقا جوری این قلب آرام بود، خوابیده بود امیرالمومنین تو اون حالت. فکر کنم من شما میگم برو اونجا، الان میان صدا در اومد، خودشونن اگه بچه همشه تو کلم میزنن، تو پا میزنن، بسم الله الرحمن الرحیم، درد داره نداره فلان، اینه دیگه ها، برای جونمونم میدیم. ترسیدیم، هیچ کس به گرد پای امیرالمومنین نمیرسه، حتی انبیا.